خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه بیننده برنامه ویژه نوروز 1402 از شبکه نسیم هستید. امیدوارم تا اینجا برنامه خوشتون اومده باشه. ما سعی کردیم که مهمانان عزیزی رو دعوت بکنیم، گفتگویی داشته باشیم، بازی بکنیم باشون تا بتونیم به لحظات پایانی 1401 نزدیک بشیم. اما یک مهمون داریم درجه یک، خوشتیپ، خوش صحبت، و بنده دارم درس پس میدم در مقابل ایشون. یه ذره برای من گفتگو کردن باشون سخت میشه. دعوت میکنم از فرزاد حسنی عزیز. آقا خیلی خوش آمدید، سال نو مبارک بشه. آقا قربونت برم، باعث افتخار بنده است. باعث بنده، خواهش میکنم که بتونم میزبان به این خوش تیپی، خوش چهره ای با حسن سابقه کم پیش میاد. آقا ارادت دارم خدمت شما. خوشحالم میبینم پیش تو هستم و پیش شما مردم عزیز ایران، همه مردم بینندگان خوب شبکه نسیم تلویزیون. اقبال من بلند بوده امشب. انشالله که سال جدید بر همه مبارک و مهنا باشه و کلی اتفاقات خوب هم در راه باشه. آقا ما در خدمت شما هستیم. مصاحبه با من خیلی کار آسونیه. بله بله، برای من سخته. نه اختیار دارید. من واسه شما آسون‌تره، چون هم رفیق ما هستی هم بزرگتر ما هستی. خواهش می‌کنم. به هر حال با هم کار کردیم و امور مشترک زیاد داشتیم. بله، بهترین بله، کارم بله. اینه که با هم حرف بزنیم. بله حتما همینطوره. دیگه تا یه چند ساعت دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه فکر بکنم که سال تحویل بشه. جدن؟ بله. اینقدر پای صحنه خوش میگذره اینجا، اینقدر هم نگرمون میدارن. زمان و مکان و سال حتی از دست آدم بله. در میره. و اینکه من خواهش کردم از، یعنی میخوام خواهش کنم از شما که لحظه سال تحویل به بنده حقیق کمک بکنید، بتونیم که یک سال تحویل خاطر انگیز و به یاد ماندنی واسه مردم از شبکه نسیم بذاریم. اگر ما باید همون تلاشمون رو بکنیم، قربونت برم، که تو ذهن مردم خاطره ایجاد بکنیم، واسه شون خاطره بسازیم. مطمئنن کار سختی است ولی ممکنه. بله، همه چیز مهیاست. حتما همینطوره. خب بریم یه ذره سوال بپرسیم ازتون. بهترین نوروزت کی بوده فرزاد؟ همه میگن که نوروز بچگیا، به خاطر اینکه آدم اون موقع نسبت به جهان یک نگاه مهربانانه ای داره، یعنی هیچی مانع از خوشیش نمیشه. یعنی لباس نو واسه نخرن، چون واسه ما نمیخریدن. من خاطرم هست حالا بگم، بابام برم خونه یقمو میگیره، آقام میگفتش پژمان جان یا کت واسه میخرم یا شلوار. کت و شلوار با هم نه، این که من همیشه کت شلوار میپوشم مال همینه. آخه یکیش بگذر، یکیش که نمیشد گذشت. بله بله، از کت معمولا ما میگذشتیم، قربونت برم. اینطوری بوده، اینا رو اصلا به رو خودمون نمیآوردیم و واسمون اون سالها جذاب بوده. ولی فکر میکنم که یکی از جذاب ترین سالهایی که بر من گذشته، اولین باری بود که در تلویزیون برنامه سال تحویل اجرا کردم. عجب، خاطرت هست چه سالی بود؟ فکر میکنم 70 یا 80، 80 خورده ای بود اگه اشتباه نکنم. شما یادتونه بگین. این چیزا یادم نمیمونه. من تاریخ هر چیزی رو یادم، غیر از چیزایی که واسه خودم اتفاق افتاده. اولین بار تو دهه 80 بود که رفتم تلویزیون، با آقای علی زاهدی هم بودیم. برنامه کل پشتی خیلی خوب گرفته بود. بله. و بعد نوروز اون سال به ما دادن. یکی از قشنگترین سالها بود. از اون موقع هم حالا به تناوب یا در تلویزیون یا در رادیو بودم و تحویل سال رو اجرا کردم. الان هم تو رادیو هم هستم، یعنی عجیب بله. غریبه، یعنی همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو رادیو هم برنامه دارم. برنامه دارید؟ بسیار عجیب غریبه. میگن خیلی کسایی که تو راه بودن داشتن رادیو گوش میکردن، رسیدن به تلویزیون تو رو تماشا کردن. عجب، پس که تماشایی هستی. بعدش من در خدمتتم. سوال سخت‌تر بپرس. نه یه ذره میخوام اتفاقا سوال راجع به دوران کودکی، راجع به ما برنامه مهربانانه است. یه ذره خندیدم، نه اینم خوبه، خاک و خونم. یه ذره خندیدن تو این دور زمان سخت شده، لبخند کم به لب مردم میاد. بله، هزار و یک دلیل هست و هزار و یک مشکل هست که مردم پشت سر گذاشتن در سال 1401. میخوایم این لحظات پایانی یک آرامشی بهشون بدیم اگر بتوانیم، و سعی بکنیم که یه لبخند بر لب کسانی بیاریم که به قول خانم تیرانداز، نوروز برای همه ایرانی‌ها یک سفره است. یعنی الان همه کنار سفره هفت سین نشستن، الان انگار همه دارن شبیه هم زندگی میکنن و انگار الان همه قراره که اون غم و غصه رو بذارن پشت در و یک سال دیگر رو سپری کنن. پژمان، به این فکر میکنم بی تعارف، چون حداقل شما و بینندگان میدونن که اهل تعارف چندان نیستم، مصلحت سنجی خاصی هم نمیکنم، حرف حقیقت باید جاری و ساری باشه. به این فکر کردی که بدون مردم، بدون نگاه مردم، بدون قلب مردم، ما از هیچ هم هیچ داریم؟ بله، ما اصلا هیچ، باز هیچ یک تو لا موجودیش موجودیتی داره.
و وقتی که این قلب‌ها کنار هم دیگه باشه، یک اتجاه، یک سمت، یک مقصد واحد رو پیدا بکنه و آدم تو اون شعاع قرار بگیره، واسه خود ما چقدر جذاب‌تره. بدون قلب‌های به هم پیوسته هیچ شادمانی ایجاد نمیشه، حتی شادمانی‌های کوچک. امشب اگر ما یک قدم بتونیم برداریم و مردم هم به اون توجه بکنن، فکر میکنم مسئولیت 1401 رو انجام دادیم، بعد آغوش باز بکنیم واسه مسئولیت 1402. این بله. ایران، این کشور عزیزم، این مردمان خوب احتیاج به این همدلی ها دارن، احتیاج به خیره شدن به نقطه واحد دارن. انشاءالله ما در شعای دیدشون قرار بگیم. انشاءالله به لطف خداوند. قرم میکنم. و ما در سال گذشته خیلی را دست دادیم و من میخوام یادی بکنم از شهرام عبدالی عزیز که در برنامه ما همراه خانواده عزیز خدا بیامرزه شرکت کرده بودن و خیلی دارم میخواد برای اینکه یادش گرامی باشه در لحظات پایانی سال 1401 یک بخشی از اون برنامه رو به اتفاق ببینیم و برگردیم در خدمت شما خدا بیامرزه و فرزاده عزیز هست شهرام عزیز. سال نو رو به شما تبریک میگم چون خودم همیشه مدیون شما میدونم. بله، شهرام عبدالی همراه با دو پسرش آدریان و آلتین وارد میشه. الان چه صدای تربیت میکردی؟ صدای فامیلامون معروف ترین صدای فامیلات کدوم بوده؟ مثلا خدا بیاورز عمم که با لحچه آذری حرف میزد صداشن که خدا خشن بود. شهرم زون گربونت برم نظر من خیلی جذاب بود. مثلا من رفته بودم بچه بودم میگفتم من انار میخوام، منو با خودش میبرد میگردم، بعد میگفتش که نار میخوای؟ نار آره. بعد میگفتم نه من انار میخوام، مثل قضیه شعر مولوی ما 10 دقیقه با هم درگیر بودیم که به هم حالی کنیم اناره همون ناره. خب اینا برای بچه جذابه. شما که 130 تا برنامه اومدی توی این برنامه دالا فکر میکردی عروسه که حرف بزنه؟ بخند دالا. خیلی عالی. پسر شهرام عبدالی هم ابی بابا هستم. یه داداش کوچولو دارم اسمش آدریانه. فکر کنم مامان بیشتر به ما قصه میگه، مثلا بزبزغندی و این چیزا. یاد شهرام عزیز بخیر. تو سالهای گذشته خب تعداد شبکه‌های تلویزیون زیادتر شده، خب طبیعتاً نیروهای جدیدتری هم وارد تلویزیون شدن. یه چند تا بچه‌ها هستن که خیلی با استعدادن و من یکیشون رو خیلی دوست دارم. یک مجموعه تلویزیونی هم بازی کرد به اسم مریخیا که اونم خیلی بانمک بود. یعنی هم اجرا میکنه هم بازی میکنه. بله. و اینا سخته ها. بله خیلی سخته. گرفته دیگه جفتش. بله جفتش گرفته. این خیلی دوست داشتنی. و یه رواست که امشب یه تو شما. بله پس دعوت کنیم از عبدالله روا. خیلی خوش اومدی عبدالله. سلام. سال نو مبارک باشه. مبارک دارم. خیروشم. بفرمایید. سلام. عبدالله بفرمایید بفرمایید بیستید خوبی ماشاءالله روبوسی بکنید فداتم عزیزم مبارکه رفیق قدیمی خودم هست دیگه قرمت برم فداتم خیلی ممنون بفرمایید اما بیشتر تحت تاثیر شبکه ورزشه بله خب اصلا تخصصش اونجا آره آره من اصلا کت شلوار میپوشم انگار منو گچ گرفتن نمیتونم زیاد تعامل خیلی خوش اومدی دیگه چند ساعت دیگه فکر میکنم سال تحویل بشه شما و مردم عزیز عید شما مبارک امیدوارم دلتون پر از امید باشه مردم عزیز من خدا رو شکر میکنم که این افتخار رو دارم هرچی تو زندگی خودم میگردم
نمیدونم این نتیجه کدوم کار خوبیه که من انجام دادم، چون نمی پیداش نمیکنم. حتما نتیجه دعای مادرمه، پس مادرتون رو دوست داشته باشید. اینی که من افتخار دارم الان توی این لحظه ها به شما سلام کنم و سلام خدمت آقا فرزاد. من آقا فرزاد رو تو همون سال تحویلی که الان صحبتش کردید اون برنامه رو دیدم، بعد حرفاش که تمام شد من تو خونه دست می‌زدم. به خدا من دست می‌زدم که حتی دلت می‌سوخت. نه چون گچ گرفته بودین. نه نه به شما خیلی برازنده است میاد. دست می‌زدم حتی یادم خالم که پارسال ما دستش دادیم یک خاله. خدا بیامرزه. من هفت تا خاله داشتم که یک شو دست دادیم. خدا رحمت کنه رفتگانتون. گفت به هم زهر مار اینقدر دست نزن. آره. خب و اینکه من و عبدالله سر یک کار مشترکی بودیم، اونجا با هم اولین بار آشنا شدیم. سر چی؟ یکی از همین بازی‌های ریالیتی شوی که پخش میشه. حتی من طرفدارشون بودم، اما اونجا دیدارمون شد. آره ما اولین بار اونجا هم دیگر دیدیم. من دنبالش میکردم عبدالله رو، یعنی میرفتم مطالبش اینم در میرفت. نه من برنامه‌اش رو دنبال میکردم. بعد خیلی اصلا بانمک اجرا میکرد. یه بارم گیر داده بودی به یه ورزشکارمون. خیلی بار. خیلی بار. خیلی بار به خیلی ورزشکار. اولا من شخصیتم اینجوری نیست. آقا فرضا مثلا من سالها پیش از سالها پیش بهشون زنگ می‌زدم، همیشه ممنونم. یه ساعت مثلا بعضی وقتا وقت می‌ذاره با این مجری که مثلا بله. به هر حال کم تجربه است، اینا با حوصله وقت می‌ذاره و راهنمایی می‌کنه. من واقعا اینجوری نیستم بپرم به همه تو زندگی واقعی. می‌دونم. ولی دیگه اینجوری شد دیگه. بعد من دیدم خوب داره پیش میره، خودم هم اونجوری شدم. الان دیگه تو خیابونم گیر میدم. نه خیلی دوتا اول هم گفتی یا این شایبه ایجاد میشه، اون یه ساعت هایی که من حرف میزدم تو رو اینجوری کرده. نه نه ببینید فرزاد جان، آره همه منتظره اینو به من ببندن. حالا من خودم نظر خودم راجع به شما دو بزرگوار بدم. فرزادم همیشه دوست داشتم، فکر میکنم یکی دوتا مسابقه رادیویی هم با هم دیگه تو فجر داشتیم. بله بله افتخار بنده بود. خواهش میکنم، باعث افتخار من بود. فرزاد خیلی مسلط به سینماست و خیلی تحلیل های درستی داره و همیشه میگفتم که جای فرزاد تو یک برنامه سینمایی درست حسابی که بخواد تحلیل داشته آفره. باشه خالیه واقعا. و امیدوارم که حتما این کار رو انجام بده، یک برنامه درست بکنی. پیش هستم حتما. آره و حیفه که برقا من میدم زبان تند و تیز داری، یعنی این جزء خصوصیات خوب شماست که اگر نقد میکنید نقد رو آگاهانه انجام میده و با سواد. این خیلی مهمه تا اینکه کسی نقد بکنه بدون اینکه سوادش رو داشته باشه. آدم میگه آقا تو چی میگی اصلا، مگه بلدی این کارو؟ نه به فرزاد حسن این حرفو نمیشه زد. فرزاد میتونه مجری بر شب شعر هم باشه. فرزاد شاعر خیلی خوبه. همه چیز همه چیز ماشاءالله همه چیز تقریبا حتی روزا تمامه. حتی روزا روزام آقا اصلا ما این قول رو از شما بگیریم در شبکه نسیم شما یک برنامه‌ای داشته باشید. این که حتمیه. اصلا فکر کنم مثلا من بلند شدم شبکه نسیم اومدم مثلا یه ساعت. نه دیگه. اومدم جا نداشتم. یعنی ما هیچ جا نداشتیم. الهی فدات شد. خیلی خوبه. بخش کودکی رو گرفتی. بذار خود یارو بزرگ میشه بیاد بغل ما. بغل شما. بسیارم عالی. پس ما این شما هم که هرج دره تو هستی. من وسطاشو نگردم. پس این قول رو بگیریم از فرزاد حسنی عزیز که حتما یک برنامه خوب و پر انرژی ان شاء الله لایق باشه. حتما همینطوره. چون شبکه خیلی بیننده داره و مسئولیتش و طراحی که واسش انجام دادن خیلی سوتور و عجیبه. اگه توش جا بشم بلد باشم، آره اگه بلد نباشم که شما هست اختیاری حتما بر شما جا هست. کوچیکه آقا ما همیشه این رو میپرسیم، میگیم قهرمان زندگی شما کیه؟ این سوال ماه. من هادی قطعا پدرم. خب یه ذره توضیح من پدرم رو توی یک سالگی از دست دادم، شهید شد. رحمت 11 ماهگی. سلامت باشی. کدوم عملیات؟ چه سالی؟ پدر من 65 شهید شده دیگه، کربلای 5 دیما که عملیات معروفیه. بسیار عملیات. بابای من معلم بوده و جذابیه. آره گاف طلب رفتن جنگ و الان من 11 سال از بابام بزرگترم. الان 11 سال بابات بزرگتری. آره دیگه بابای من 26 سالگی شهید شده. ولی همیشه فکر میکنم که چقدر اونا تو اون سن بیشتر حالشون بوده. عبدالله من تا الان نمیدونستم تو منم نمیدونستم فرزند شهید هستم. واقعا خدا نمیدونستم. الان فهمیدم و نمیدونم چیزی بگم. من زیاد نگفتم. تو میدونی که این بچه هایی که خیلی جدید اومدن من به همشون ارادت دارم، دوستشون هم دارم، کاراشون هم میبینم. تو همیشه متفاوت بودی، هم خودت کشیشی داشتی به من، هم من تو رو خیلی دوست داشتم. همیشه هم بزرگواریم با سفت هم دلیلش رو پیدا کردم، هم الان که گفتی که فرزند شهید هستی تو دلم یه جای دیگه ای وا کرد. دورت بگردم آدم. نه واقعا میگم، یعنی اینی که
امثال پدر تو کاری کردن کارستان و باعث شدن که من بتونم اجرا بکنم، حرف بزنم، مردم ببینن یا خوششون بیاد یا نیاد فرق نمیکنه، برنامه اجرا ببرم. جغرافیای مملکت سالم و حفظ کردن، نذاشتن یک دونه عدسی از خاکش کم بشه و بعد سالهای بعد من افتخار دارم با پسرش حرف میزنم. اینا کم توفیقی نیستش. خیلی ممنون. ایشون که آمرزیده هستن، نزد خداوند روزی میگیرن، انشالله که خدا درجاتشون رو بالاتر ببره. چقدر تو کارت سخته. قربونتون برم. ممنونم. اسم پدر چی بوده؟ جهانگیر. حالا من یه فرض عبدالله، من یه خاطره واسهتون تعریف کنم. من سه بودن یک صحنه بود فرزاد که در واقع ما اون کانال رو کندیم، بعد اورژانس اومد، آتش نشانی اومد، برای اینکه اون صحنه رو بایستی بازسازی می‌کردیم و بچه‌ها رو دونه دونه انداختن توی این کانال. بعد خاک نرم درست کردن، رفتن خاک آوردن که بچه‌ها آسیب نبینن و بعد همه رو سرشماری کردن، آقا مثلا تعداد اینقدره، اگر یکی گم شد حتما زیر خاک اورژانس و آتش نشانی بیاد کمک کن. اون صحنه‌ای که اون لودر می‌زد در واقع از او اس من یا اورشولدر من داشتن فیلم برداری می‌کردن و این صحنه وقتی خاک رو ریختن رو این بچه‌ها، یه لحظه همه جهان سکوت شد. باورت نمیشه تو تعریف داری میکنی اصلا. آره من به خاطر حال هوای ای جلو خودم. آره یک لحظه تمام جهان سکوت شد و تمام بچه های پشت صحنه همه زدیم زیر گریه. یعنی دیدن اون صحنه که بازسازی داره میشه، یعنی ما میدونیم الان میگن کات، همه بچه ها رو بدو بدو میریم از خاک در میاریم، سر صورتشون تمیز میکنیم، خسته نباشید میگیم. و میگم یکی از افتخارات من چند تا فیلم جنگی کار کردم. اصلا تو منصه بروز و ظهور دوئل بوده. بله. کار درویش. بله. و اونجا تو بسیار بیشتر از پیش دیده شدی. بله. یعنی باز هم مدیون جهانگیر و جهانگیران. احسن. میخواستم همین عرض کنم که اگر من فیلم جنگی کار میکنم، برای اینکه همونجور که شما فرمودید بخشی از اتفاق مهم تاریخ، دو آدم هایی بودن که از خودشون، یک معلم در 26 سالگی بچه چند ماهه داره، رها میکنه و میره برای جغرافیای این مملکت میجنگه و الان پسرش مقابل ما ایستاده و میگه من از الان پدرم 11 سال بزرگتر بودم. و این خیلی جمله عجیبی بود که گفت. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. جهانگیر خان بله. خیلی ممنونم عبدالله. آفرین. قربونتون برم. ممنونم. افتخار پدر عبدالله روا، شهید جهانگیر روا. خب باز هم مهمانان عزیزی داریم، ما یه بخشی رو بریم. بازی نمی‌کنی؟ چرا آقا صاحب اجازه بده، باید یه نفر باشه که همراه شما بازی کنه. من که فرزاد نمیذارم بره. من زیر این یه شلواری پوشیدم باز. من اومدم شبکه نسیم بمونم، تو با پیژامه اومدی. نه اصلا با اون کت شلوار نمیشه آقا فرزاد. بازی بابا تو یه خواهش میتونم بکنم؟ یه خواهش بکنم. چه مشکلی با کت شلوار داره؟ من نمیدونم داره دیگه، خودش میگه. بیا بکنیم. نسیم میمویزونه. الان گفتی پدر بزرگوار برای شما یکیشو میخرید. من اصلا کت شلوارو 20 سالگی دیدم. اولین بار. تو رو خدا. با ما آسفالت کشیدن تو کوچه‌مون، کفشمون رو درآوردیم رفتیم. بابام بهم نشون نمیداده وقت دلم نخواد. تو چی میگی؟ واسه دیدی 20 سال. من یه خواهش میخوام از عبدالله بکنم. جان. سال جدیده و اون بنده خدایی که بهش گیر دادی رو یه ذره خیلی هم. نه نه اونی که خودت میدونی. ما همه رو میدونم. تو گوشم میخوای بگی؟ نه میدونی دیگه. به وجدان دوجو کن. آن چیزو میفرستادی برام؟ آره نه من نه ببین ازش یه عذرخواهی بکنیم، بگیم آقا نکن این کارا رو، حداقل اینجا عذرخواهی میکنم، اشکال نداره. من اصلا اتفاقا خیلی آدم عذرخواهی ام. خب من مثلا بعضی وقتا میرم یه جایی میگم اولا که ازتون عذر میخوام بعدم سلام، ولی مشکل من ندارم. چیزو میگم سجاد غریبی، سجاد غریبی که بنده خدا حال که ایرانی بوده خیلی بهش گیر داده بود. من کلا این مسیری که این رفت و قابل انتقاد میدیدم و میبینم به طور کلی، ولی ازش عذر میخوام. بله البته شما بله انتقادش وارد هست، یعنی آره. اگر که چون من یادمه که با کاربرا خیلی بهش حمله کردن و اینکه خیلی از ورزشکارا گفتن آقا واسه چی پاشتی رفتی آبروی ایرانو بردی و اصلا پرچم ما رو آوردی پایین؟ یه خود این خوب آره. نبود دیگه. آره, آره. خوب نبود، ولی برای تو هم خیلی بهش گیر. حالا من یه سفارش دارم. خیلی زیادی دارم. سعی کن به هالکای واقعی گیر بدی. بله بله اون که ترس نداره. من همیشه سعی آره آخه اولش به نظر میومد ترس داره، بعد وقتی رفت توی رینگ معلوم شد بنده خدا. چیزی که ترس نداره حال که. واقعا. خیر. بریم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم، یکی از با سابقه های اجرا رو دعوت کنیم اگر اجازه بدید. خاطره از آقا فرزادم قبل‌تر.
از بله. خیلی اصلا ما بچه بودیم و فلان و اینا. مدت هاست که من جوان جم نبودم. جوان جم. بریم یه بخش رو ببینیم، دعوت کنیم از مهمان. به ما تیکه این داختا. نه دیگه. جنس تو خوبه. اول تو باید بد بر بخوری نه من. آقا ما ادعایی نداریم، ما دیگه پیر شدیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه بیننده برنامه ما هستید. ویژه برنامه نوروز 1402 کودکشو از شبکه نسیم. مهمان عزیز ما در خدمتشون هستیم. همه ماها باید درس پس بدیم جلوی ایشون. حالا من نمیدونم. بدون شک. میشه میتوکومانو پخش کنید؟ سلام. نه. میتوکومان به زمان. سلام خانم رضایی. خانم رضایی. خیلی خوش آمدید. بله براش دست بزنید لطفاً. به عادت همون سال ها. بله. سلام. بله سلام میگوید. عادت همون موقع همون سال هست. بچگی بله. ما. بله. بچه هم گفتیم اول میرسیم همین سلام. سلام. من الان رستم گفتم. خواهش میکنم. درست بربردار شما هستیم. که... دیگه خودتون میبینیم. دیگه بله. شما و مردم عزیز ایران. بله. سلام خدمت همه شما بینندگان محترم. انشاءالله که خوب باشید. فرا رسیدن سال 1402 رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم سال بسیار خوبی در پیش روی همه شما و هممون باشه. بله انشالله به امید خدا. و اینکه ما خیلی سنمون کمتر بود، ما همیشه می‌شستیم، بعد اون موقع تلویزیون دو تا بیشتر شبکه نداشت. یادتونه اول چه جوری شروع می‌شد؟ اول که با بق 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 نه با برفک شروع می‌شد. اول با برفک. ما میشه برفکش رو نگاه میکردیم، بعد کالربار میاد گفت او برنامه داره شروع میشه، بعد سرود جمهوری اسلامی گم شده ها. بله بعد سرود رو میذاشتن، بعد گم شده ها رو نشون میدادن، بعد اخبار ناشنوایان بود اگه خاطرتون باشه. بله. بعد میرسید تازه برنامه کودک. میرسید برنامه کودک، بابا میگفت برو میشه درس بخون. آقا این برنامه ماه بس کی بشین اینو باید اینو باید ما ببینیم. ما 4 ساعت نشستیم فقط این از برفکه نشستیم نگاه کردیم، میرسیم میگفت اخبار ناشنوایان گوشامو میگرفتم، فکر کنم اگه نشنوم میفهمم. به خدا سوراخ کرده بودم اون پرده گوش خودمو. آخه میخوند خبر روش دیگه، اونم با اشاره. فکر میکنم اشاره ها رو میفهمم اگه نشنوم. مدرسه ها اون موقع ها من یادمه که یک سریا شیفت صبح بودن مدرسه. بله یک سریا شیفت. شما صبح بودین یا؟ ما چون جنوب زندگی میکردیم اون سالها. بله. در واقع دو شیفته بودیم، یه صبح میرفتیم یه دو ساعت تعطیل بود، دوباره بعد از ظهر میرفتیم. ما هفته یه بار عوض میشد، یه هفته صبح یه بله، هفته بعد. اون موقعی که عوض میشد میافتادیم بعد از ظهر نمیرسیدیم، ساعت 5 شروع میشد دیگه. بله شد درست 5 شروع میشد، ما نمیرسیدیم، یه خودش از دست میدادیم. بله مکافاتش اینطوری بود. بعد تو تابستونا که برقا رو قطع میکردن، بله. اون روزایی که میافتاد رو برنامه کودک، چون شبکه دو تابستونا 9 صبح برنامه کودک میذاشت دیگه. بله. خانم افشار و خانم پوریامین هر جا هستن گوششون صدا بکنه، اونا دو بودن. بله. رقیب شما بودن، شما با خانم بله. خامنه ای شبکه یک بودیم. درسته. بله بله, بله. همتون هنوز حفظی، یعنی امکان داره اسم فک و فامیلمون یادمون بره، اسم شما نه. ببین مردم اسم کسی رو یاد بگیرن امتحان تاریخ باشه، جغرافیا بله. اسم امکنه، نقاط مختلف نمره میارن. همینی که مردم اسم ما رو حفظن ازشون باید تشکر کرد. بله بله. چون نمره هم نداری، یعنی همین ما بچگی سرکار خانم الهه رضایی، سرکار خانم گیتی خامنه ای تو ذهن ما هست. بله تمام تا آخر عمر. و خیلی جالب بود که اون موقع مثلا بحث آموزشی به این شکل بود، میگفتید که یه ذره برو عقب‌تر بشی. بله. بعد ما میرفتیم یه عقب‌تر. بله. خوب میشولت. بله اصلا آخه چون ما رو داشتن نگاه میکردن خیلی خوب میگفتن، بعد میگفتن یه ذره برو عقب‌تر، تلویزیون نزدیک تلویزیون نشین، چشمات ضعیف میشه، یه ذره برو عقب‌تر. و ما همینجوری میرفتیم عقب‌تر، همینجوری میرفتیم عقب‌تر، بعد دیگه نمیدیم تلویزیون صفحه‌اش کوچیک بود دیگه، انجامش خونه بودش. من گهگودی میرفتم خونه همسایه میشستم. خونه ما بزرگ میرفتیم بچه‌ها حرف گوش کن بودن. ما حیات داشت. بله واقعا نسل ما خیلی حرف گوش کن بودن. یه سوال همیشه میگفتم لطفا به گیرنده ها دست نزنید، اشکال از فرسنده است. این چی بود آخه؟ من نمیدونم، مثلا وسط سریال آینه یادتونه؟ بله. یه دفعه قطع میشه و بعد یه تضییع نوشته میومد ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه. بچه ها اگر این رو داشتید ما خواهش همینه که مثلا بعدن پیدا میشه. کاست رو میخواست عوض کنه اونو مینوشتی؟ فکر میکنم اینا فیلم هایی که پخش میشد به صورت کاست و اینها نبود اوایل، اگه توش فیلم های دوبل باند و فیلم های چیز بود که پاره میشد. پاره میشد. بله بعضن. بعد حالا من نمیگم همه صدا عقب جلو میشد. بله صدا عقب جلو میشد تا این صدا رو بخواد با این سینک بکنه. آقای حسنی یه دفعه روی آنتنی همچی اتفاقی افتاد، یه کارتونی داشت پخش میشد همین اتفاق افتاد، صدا تصویر همه قاطی شد،
به من سریع گفتن برو بگو، بگو صدا از سینک خارج شده. چند دقیقه من رفتم همین رو آنتن گفتم. از استودیو اومدم بیرون یا گفتن گوشی با تو کار داره تلفن. بعدش گفتم بله. گفت خانم میشه به من بگین مردم اصلا میدونن یعنی چی از سینک خارج شده که تو رو آنتن اینو میگی؟ رو همینو بهم گفتم. خب بله حرفشون درست بود. یعنی یه سری پسر شجاع یه هفته در میون صداش این ور اون ور میشد. بله واقعا این اتفاق افتاد. بله یادم قشنگ یادمه. چند مثلا پدر پسر شجاع داشت نصیحت میکرد صدای دوش رو بوزی میزد. هنوزم که پسر شجاع بعد از فکر میکنم ما سال 60-61 فکر کنم پخشش میکردیم، من چندی پیش دیدم همین شبکه پویا داشت پخش میکرد، هنوز همون زیبایی رو داره. مال دوبلش درستش هم کردن. مال دوبلش خانم بله. دیگه هم صداش از سینک خارج نمیشه. پاره نمیشه. شما کدوم کارتون دوست داشتین؟ پشمان چه کارتون دوست داشتین؟ من راستش رو بخوای خانواده دکتر ارنست بین از این چقدر کار من انقدر باش رویا بافی کردم. من عاشق دکتر بودم. همه کار بلد بود. خدا بیامرزه. همه کار بلد. مثل معلم پرورشی هم بود. نه معلم پرورشی بود. اولین بار تو زندگیم دو نفر نمیزنم من حرف بزنم. بله بله. من اسم کارتون من عصبی شدم. آره من میگم خدا بیامرزه آقای معمارزاده رو که جای دکتر ارنست صحبت میکرد. بله. بله یکی از کارتونایی که واقعا من باش رویا بافی میکردم. اصلا شما کارتونی بود دوست نداشته باشین؟ نه واقعا الان خیلی کارتونا خشن شده. نه واقعا نه. یعنی حتی چوبینم که چوبین من چوبین رو میخواستم بگم من چوبین رو دوست نداشتم. آها همین من حتی اصلا هیچ تخیل که از قید خارج میشه مثل چوبین هر چیزی به ذهنشون بیاد نشون میدن قید و بست دراماتیک نداره، یعنی اون شخصیت هر کاری میتونه بکنه. اینی که گجت بود دستش دراز شد فراستی آقا فرزاد اومد بیرون گوش کن آقا قشنگ گوش کن ببین این گجت که دستش هر لحظه که گره دراماتیک میخواد ایجاد بشه دستش دراز میشد. اما ما واقعا توی خانواده دکتر ارنست با موزل و گره رو به رو می‌شدیم. من خیلی علمی بود. خب بگم خدمتتون اول بچه‌ها الان اینجوری نیستن. نه الان که سال‌های اخیر چیزایی که اونا می‌بینن من ببینم می‌ترسم. دقیقاً همین یعنی یکی از اختلاف نظرهای ما نسل ما با بچه‌های جدید همینه که اصلا چرا انقدر تلخ اون موقع هم کارتونا تلخ بود ولی بله. خانوادگی بود درام بود یه سری شخصیتی بی پدر مادر بودن دوران آره ولی دوست داشتنی بود ولی دوست داشتنی بود بابا دختری به نام نلا به چارزیکنز نوشته درست کرده نمیدونم هاش بود این آهنگ اولش من گوش می‌کردم مثلا ببین 190 آهنگام دستپخت پخش بود اون یکی از بهترین ویولونیست تاریخ بله ولی نه برای یه کارتونی که مثلا من 7 ساله 8 ساله نشستم دارم نگاه می‌کنم ترینم آقا بچهای کوه آلب آهنگای مجد انتظامی رو روش گذاشتن. این کارو زیاد می‌کردن اما خوبم در میومد. من خوشم میاد. خب خانم زمان کارتون ها و برنامه‌هایی که در اون دهه 60 و 70 پخش می‌شد من فکر می‌کنم هنوز که هنوزه برای بچه‌ها بگذارید همین بچه‌هایی که الان کارتون‌های جدید کاملاً متفاوتون پسندن باز سرگرم میشن نشینن نگاه می‌کنن لذت ببرن. باز مدرسه هم دیگه شد یادتون نیست من اینجوری جذاب بود. بله بله محله بروبیا من یادتون چقدر جذاب محله بهداشت محله بهداشت اون دیگه برق محله ما نیومده بود واقعا مگر من به سن من میخورد میخوره نمیخوره چندی تو 64 تو محله بهداشت شده نمی بهداشت نه بروبیا محله بهداشت 60 بود درسته 50 60 بله 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 حالا من یه سوال بپرسم حالا میدونم که شما چندین ساله در حوزه تربیت کودکان دارید کار میکنید و رویکرد برنامه ما به خانواده‌هایی که فرزند کوچیک دارن خودشون جوان‌تر هستن قدیما اینجوری بود که مثلا خانواده خیلی دهه‌های گذشته 30-40 سال پیش معمولا خانواده‌ها در شهر خودشون زندگی می‌کردن مادر کمک می‌کرد به بچه داری پدر کمک می‌کرد به دامادش و همه به همدیگه کمک کردن الان جوری شده که همه در یک آپارتمان‌هایی دارن زندگی می‌کنن و غالبا پدرها و مادرها شاغل هستن بله. حالا به دلیل شرایط اقتصادی هر دو بایستی کار بکنن در چه بچه‌هاشون رو مجبورن بذارن در مهد بله. کودک بله. و ما سعی کردیم توی برنامه کودک شو بهشون بازی‌های ساده آموزش بدیم که در آپارتمان بشه انجام داد شلوغ‌کاری زیاد نداشته باشه همسایه‌ها ناراحت نشن و کم هزینه باشه یعنی الان شما یه اسباب بازی بخوای بری بخری بچت خوشش بیاد باید یک عالمه پول بدی بابت اون اسباب بازی درش ما سعی می‌کنیم با حداقل امکانات مردم بتونن با فرزندانشون وقت بگذرونن چه موزلی رو شما دیدید در تربیت نسل جدید ببینید این که میفرمایید کاملا صحیح میفرمایید که باید بازی‌های ساده بازی‌ای که بچه‌ها بتونن توی فضای کوچکتر انجام بدن آموزش داده میشه و خیلی کمک مؤثر و مهمیه اما نکته بسیار مهم اینه که بچه‌ها
خواستن زیر سن دبستان که هر روز مدرسه نمیرن، این انرژی که سرشار از انرژی هن، این انرژی باید تخلیه بشه. زمانی که ماها بچه بودیم یا حتی بچه های ما یا حالا شما خودتون بچه در بودید، ببینید توی حیات، بله، توی حالا ما که بچه بودیم که حتی تو کوچه هم اینطوری بود، بچه های همسایه همه بودن و اینها، این انرژی تخلیه میشد. والیبال بازی میکردن، نمیدونم. بله. واقعیتش اینه که این نیاز به تخلیه انرژی داره. از تربیتی من فکر میکنم حداقل کاری که میتونن بکنن، خانواده ها سخته واقعا، پدر و مادری که شاغلن از صبح تا بعد از ظهر سر کارن. خب یه بخشش اینه که بله، یک راهش اینه که حالا صبح حداقل صبح تا ظهر بچه ها رو به مهد کودک میسپارن، بله، که خودش کمک میکنه به دلیل اینکه غیر از اینکه اینها با بچه ها با همسن و سالشون صحبت میکنن، ارتباط برقرار میکنن، بازی میکنن، حرفای در گوشی دارن، نمیدونم، بالاخره این ارتباط به طور مستمر ایجاد میشه و کمک میکنه به تخلیه انرژی هم روانیشون هم جسمشون هر دو. اما یه ساعت‌های دیگه‌ای رو هم پدر و مادر باید وقت بگذارن. ده. سخته اگر آخر هفته است، اگر نمیدونم شب یه ساعته ببرن بچه‌ها رو بیرون از خونه. ما بارها در برنامه‌مون گفتیم که آقا صرفاً این که بچه رو برداری دستشو بگیری بری توی پارک بشینی بگی برو بازی کن، بعد تلفنتو در بیاری بگی جانم، این اسمش وقت گذاشتن نیست، وقت گذروندنه. یعنی شما دیگه فقط با بچه وقت می‌گذرونی. وقت گذاشتن یعنی اینکه شما با بچه‌ت حرف بزنی. من بارها گفتم به همه خانواده‌ها، گفتم آقا قصه می‌خواید تعریف کنید از کتاب بخونید برای بچه، چون وقتی شما عامیانه قصه تعریف می‌کنید معمولاً کلمات و ادبیاتی رو استفاده می‌کنید که در طول روز با مردم مواجه هستی، ولی توی کتاب یک جمله بندی داره، یه سری کلمات ناآشنا برای بچه‌ها داره که بچه میگه این یعنی چی؟ بله. که بعد شما می‌تونید آموزش بدید. تاریخ به حقی طولالایی‌هاش بوده صد درصد. نه ولی واقعا آقای بازقی درست می‌فهمید، یعنی این کتاب خوندن، این حرف زدن با بچه‌ها، همین بشینن توی همون خونه، بله، همون کنار هم دیگه بشینن، یه توپ برا هم دیگه قل بدن، بچه کوچیکه با همون توپ یه سری بازی‌ها رو با این کلام که انجام بدن، مثل اون قایم موشکه، بله، توپشون رو حتی اگه باش خواهی موشه بازی کنن، این تاثیر بسیار مثبت داره. و نکته اصلی که نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، نکته اصلی مشکلی که برای خانواده ها وجود داره اینه که خانواده ها حوصله ندارن. خستگیشون رو میان با اون گوشی تلفن همراهشون میخوان برطرف کنن، از اطلاعاتی که هست با خبر بشن، با کی حرف بزنن. خیلی وقتا هم کسانی هم که خونه دارن، متاسفانه بعضا زیاد ما برخورد کردیم، اینه که نشستن روز با خواهری با دوستی چی میگن بله، میگن و بچه همه اینا رو میشنوه و خلاصه خدا عاقبتشون رو بخیر کنه. خیلی ممنون از این که تشریف آوردید تو برنامه ما. خواهش میکنم، متشکرم از شما. هم خاطراتی برای ما زنده شد، هم خاطراتی قطعا برای بینندگان عزیزمون زنده شد و خیلی خوشحالیم که تونستیم میزبان باشیم. من که خیلی خوشحال شدم که در خدمت دوستان بودم و همینطور همه بینندگان محترم که این برنامه رو میبینن، آرزو میکنم سال تندرستی، سلامتی، برکت و خوبی برای همه عزیزان کشورمون باشه. خیلی ممنون و متشکریم از شما. یه بخشی رو ببینیم، مهمان داریم بازم همچنان در خدمت مهمان هم دوست داشتیم. عاشقتیم. بامزی که دیگه خیلی ممنون.